دسترخوان بسیار مقبول برای ما جور کردن که همه چیز اینجا هست، فقط شما دوستان نیستین دیگه. بله، جای ما و بقیه دوستانم خالی دیگه. سلام به همه همراهان عزیز هر کجای این کره پهناور که ویدیو ما رو تماشا میکنید. سلام میکنم به شما دوستان عزیز، خیلی خوشحالم که با یه برنامه دیگه اومدیم پیشتون. توی این برنامه قرار سفر کنیم به یکی از زیباترین مناطق کشور افغانستان، فیض‌آباد بدخشان. به همراه خانم میترا امانی هم قرار سفر کنیم به این نقطه بسیار بسیار زیبا از افغانستان. حتما همراه باشید، این برنامه جذاب و اصلا از دست ندید. کامنت های شما عزیزان رو هم میخونم که دوست عزیزی احمد جان عزیز برای ما نوشته: با سلام، ویدیوهای شما را از قربت از شهر تهران زیبا بیننده هستم. واقعا خوشایند است. شخص خودم از ولایت زیبایی کندوز افغانستان هستم، اگر اشتباه نکنم کندوز فکر میکنم باشه. حالا اگر درست و غلط بود حتما برام بنویسید. خیلی خوشحالم که بیننده برنامه ما هستید و از ایران هستید. یه جوری تو وطن ماست، امیدوارم که خاطرات خوبی براتون. دقیقاً امیدوارم که در تهران که هستن بهشون خوش بگذره و مهمان ما هستن به نوعی دیگه. خاطرات خوب به یاد بیارید. دقیقاً مهمان نواز باشن مردم ایران و شما خاطرات خوبی رو کسب کنید، برای مردم افغانستان هم تعریف کنید و کلا در کنار هم عشق کنیم و لذت ببرید. لینک ویدیو اصلی رو براتون گذاشتم داخل دیسکریپشن، از کانال اصلی تماشا کنید و حمایتشون کنید. شروع کنیم ریاکشن رو. سلام عزیزان، خوش آمدین به برنامه افغان سین. خدا کنه جور صحتمند و سرحال باشین. من در شهر زیبای فیض‌آباد ولایت بدخشان هستم و در این شهر زیبای دو دختر بسیار مقبول خورخنده خود پیدا کردیم که اینجا همراه ما هستن اینا و میخواین که امروز ما در می کوها و دشتا به چکر ببرن. خب ما میریم به خیر طرف چکر. بریم بخیر. خدا کنه که روزی خوبی باشه. بله، کلا بدخشان هر موقع ما ویدیو ازش دیدیم یک جلوه تازه ای از افغانستان رو دیدیم. سرسبز، رود داره، مناطق طبیعی بسیار جذابی داره. ناوم تاتو جات ما داتو مفان، ناوم تاتو جات ما داتو مفان، ساوم تاتو جات باسک تومو شان، ساوم تاتو جات باسک تومو شان. چوجت می مدل از عشق دوکان، چوجت می مدل از عشق دوکان، در تخت تاتو جات مون بان بان. در این جاده هایی که ما دیدیم قشنگ شبیه جاده های شمال خودمون بود دیگه. اون پیچ و خمش قشنگ این پیچ و خم خاطرات شمال خودمون. آره، خاطرات شمال هم که محاله یادمون بره. تخت تاتو جات مون بان بان. کنار دریا در یک باغ بسیار سرسبز مقبول امیجا آمدیم به خوردن ماهی و فانوس جان و ناجیه جان هم همراه ما است. دیگه یک دسترخوان بسیار مقبول برای ما جور کردن که همه چیز اینجا هست، فقط شما دوستان نیستین دیگه. بله، جای ما و بقیه دوستان هم خالی دیگه. سفره قشنگ دست و دلبازی ماهی هم هست، جامون خالی. میترا جان، این قسمی که گفته بودیم ماهی است. بله. و در کنار شیرچای است، شیرچایی که در بدخشان رواج است که در صبح بالاخره اونا نوشیجان میکنن. چرا همی شورچای شورچای میگن؟ چرا شیرین چای ده میگن؟ بخاطر این شور میگن که نمک دارم رای خودش. و هر کسی که بدخشان بیه ما برش اول شورچای میتیم تا اینکه نمک پیش چشمشو بگیره. خب شورچای چه چیز جالبی. یعنی نمک رو میریزن توی چای معمولی، اینکه روش درست کردن فکر کنم نمک رو تانه بزن تو چایی که اون نمکش بگیره. حالا مردمی که اونجا چیزای دیگه شاید قاطی میکنه، مزه خاصی داره یا فقط همین نمکه. آره، نکته خیلی جالبی بود، حتما برام بنویسی. میگم آدم با نمکی بود دیگه، با نمک باشه خوب است. اینا خوب است. ما هم شما رو اول نان و نمک میکنیم. بسیار عالی. به و یم شور چای. اینا شما اینا بگین. نه بفرمایید. ما زیاد خوردیم با خاطر. خب. خب بسیار خوب. خب یه همشورچای این هم است، شورچای. و هر سفره‌ای که ما اینجا براتون درست کردیم کاملا یک سفره وطنی است. بله. طبیعی است و مایی است. این هم به نام جرغات یاد میشه. جرغات چی بله. است؟ جرغا شورچای داریم، خیلی آشنا میشیم با خوراکی وطنی افغانستان، مخصوصا بدخشان بسیار زیبا. من چند وقت پیش شکلات چای خورده بودم و حتی فرق داره با این شورچای. شیرچایی هم فکر کنم یه شیرچایی آره، شیرچایی هم مرسومه در افغانستان. آره. شکلات چایی هم چیز
تست جالبی بود من خوردم و به نظرم اونم چیز جذابی میشه امتحانش کنیم. چای باید قاطی کنیم چیزای مختلف. آره کلا چای جدیدن مزه خوبی شد در. آره مزه های خوبی ازش در میاد چیزای مختلف باش قاطی کنیم. ولی شیر چای توی کشور افغانستان من دیدم که فکر کنم با چای سبز انگار درست میکنن. یه رنگ صورتی میده. آره این اینطوری نه فکر کنم چای بود و همراه نمک. یعنی یک چیزی است که قبل از اینکه ایرا دوغ آماده کنن ایرا آماده میکنن که بسیار بامزه است. شما میتونین که امتحان بکنین. بله. و یکی است قیماقی است. آها قیماقی امرای قیماق آماده میشه. خمیر است قیماق و در اینا کمی چکم انداختن به خاطر که طعم زیبا شوه. بسیار عالی. خانه جان چی میتابته؟ جان چای بتون برتن. من گفتم فراموش کردم. نه خدا نکنه. خب میریم اول به طرف خوردن ماهی. ما ببین مگه خور داش ماهیای تو نمیکنم. آ. ما بخشیم که اول بخوریم. ماهی خوردار گفتیم که ماهی بخور گفتیم که چون از دریا گرفته میشه و بالاخره آماده میشه. فارمی نیست کاملا طبیعی است. فارمی نیست طبیعی است بسیار مزه داره. یک بار امتحان که اگه چی بود بسیار مزه داره. یه جوره اینه مرغ سوخاری میتونی تو دست بگیریم بخوریم دیگه. آره خار اینا هم نداره راحت میتونی ازش استفاده کنی. بریم بخریم میخوریم. میرم مثل اینکه خار داشت ولی ها بکنم آره یه خاری بکنم داشتش یه سرفه گره بلونم بسیار خار داره ای نه غیبت نکن مایی مارا نه نه همکارم بیقی مرخطاش ده انشالله خیر است خود دیگه ما انگک بنگک کل دستنگک کمی جا قصه‌های خودم میکنیم، غیبت شما را میکنیم، نان هم همینجا میخوریم، ماهی را میخوریم، شیر چای هم میخوریم، شور چای هم میخوریم دیگه باز اما تو میریم بخیر طرف چکر ما که مرا کجا میبره نمیفهم دیگه بعدش ها نمیفهم خب میترا جان بسیار یک مسیری ما شما دور دراز را تایی میکنیم بخیر ولی خیلی باصفاست اینجا یعنی من دارم حس میکنم که یه روز تعطیلی روز رخصتی فکر کنم میگن در افغانستان روز تعطیل رو برید اینجا در کنار خانواده حالا یه چگری داشته باشید یه آرامشی داره غذایی بخورید شورچایی بخورید شیرچایی بخورید شکلات چایی حتی بخورید خیلی خیلی روزتون باصفاتر میشه خیلی انرژی میگیرین از طبیعت به نظرم یک جای میریم که فکر بکن طبیعت قشنگ داره و یک چشمه است که چی بگویم فکر میگیری زمستان است اونجا خواه مقصد خانه خسار رو مر نبرین دیگر همه تو میریم نه خانه خسار رو ببرم آلیه شیری لبانت شکره چه هندونه بزرگی چند روز پیش هم شب چله بود آره چه خوب مناسبت داشت آره چه هندونه بزرگی شکرا بری شای پاچوان چپانا بردم شای زرمان بستی کن صدای استاد میر مفتون رو هم شنیدی فکر کنم ایشون هم اهل بدخشان هستن اگر اشتباه نکنم ببینم او یک کاش در بود هستی بله اینو کی جور کرده؟ خب مو میگن که اگر چیزی را که نخورده قصهش هم که بکنی میشه بله بله این قاش خربوز کی است؟ خربوز تربوز این قاش تربوز یک تن از جوانان نقاش بدخشان این قاش تربوز ابتکار کرده و نقاشی کرده که واقعا ابتکاری بسیار خوب است به نام فرهاد کیهان آها فرهاد جان کیهان زنده باشی هر جایی هستی خوش باشی خیلی خیلی قشنگ درستش کرده کلا این هنرهای جذاب رو آدم در اقصانقات حالا کشور افغانستان ایران ببینه باعث میشه جذابیت اون منطقه بیشتر هم بشه دقیقاً یک خلاقیت کردی دیگه آفرین چیزی بسیار جالب است ما میرفتیم یک بخنه میخوردیم سنگ سبسوس خیلی سبرد میخورم خوب است این یک میگیرم یک از خلاقیت های بسیار عالی است که یک جوان ما در بدخشان کرده دیگه یک قاش تربوز هم که جور کرده برای دیزاین مقبولی همی سرک که شما میرین و ببینین بسیار مقبول معلوم میشه واقعا بسیار عالی است خود دیگه ما در این سرک روان هستیم اما تو میریم بخیر طرف چکر ما را دامه میتیم بله بخیر
پیچ و خمش این جاده چالوسه، سرسبزیش این شماله، رود داره، رود پر آب جذاب، خلاقیت هنرمندان افغانستانی هم اونجا هست که چی بهتر از این داره. واقعا برید اونجا عشق کنید، جای ما رو خالی کنید. سرک روان بودیم که در بین یک رمه گوسفند هستیم، قدر گوسفند زیاد هست اینجا سعی کنید چود دیگه یک دانش این قدر گوسفند نام خدا زیاد هست، شما نمیشه به حد نام خدا زیاد گوسفند ها دو طرف ها را بند کرده خطره کس بخطره کس بخطره کس آمد جله بزرگی گوسفندا. حالا قیمت اینا هم خیلی بالاست، یعنی داخل کشور ایران اگر بیاین حالا گوسفندداری کنید، دامدار باشید اینجا، خیلی به نظرم اون سودی که میبرید حتی از طلا فروشی و اینا هم بالاتره در حال حاضر. آره درصدی که گوشت قیمتش خیلی رفته بالاتر، انقدر به نسبت اون طلا انقدر بالا نرفته. آمدید گردم خد و قامتت گردم، ای تو جانان من باشی از نزاکتت گردم، آمد آمدت گردم جان خد و قامتت گردم، ای تو جانان من باشی از نزاکتت گردم. میتران جانی عزیز صدای خوبی هم داشتن، آره صدای خوبی هم داشتن، البته اینکه خواننده فکر نکنم باشن، دلی خوندن ولی جذاب خوندن. اینجا را که شما تماشا میکنین ولسوالی شهداستن، بله منطقه است که در اینجا دکای چودنی ساخته میشه و به مثل این فابریکه که خودت میبینی ده ها فابریکه دیگه هم اینجا کار میکنه که دکای کنر از کسایی که استفاده نمیکنن مستعمل شده، اینا میگیرن و آب میکنن. اینا شما عملا میبینین که یک ابتکاری بسیار خوبی را به خرج دادن. بسیار عالی. امو دیگه یک مواد غذایی برنج پختن میکنم. امی مواد غذایی پختن میکنم. بله بله بسیار خوب. یک دکای خوبی است. بله امیجا استاد سلام بر شما، خوب هستین؟ ساعت شما خوب بخیر. مانده کاروبار. تشکر. زنده باشین. سلامت. خیلی خوبه که توی یه منطقه اینقدر خوش آب و هوا جذاب دست به کار شدن و یه کار آره با خلاقیتی مدل کارگاه درست کردن و برای خودشون حالا خانواده‌شون آره کسب و کار تشکیل دادن. کاروان تان شکر. خب بیا از شروع بر ما بگو استاد که امی دیگای چوانی را چقدر وقت خود کار میکنی؟ به نام خدا امی دیگای چوانی را کناشم. کناشم. از خریا خریده. خب. میاریم داخل این کارخانه ضبط میکنیم. خواه بعد از او از این دکا آماده میکنیم. یعنی باز امتیاش هم نگاه بکنیم که این داخل کشیده ما باش شما نشان میکنیم که چجور ضبط شده است و چجور آماده میشه و زمتش بچه ها میرسه. خوب است. خب آل جور کردیم؟ آسه آل جور کردیم. این آل بچه ها میکشن و شما نشان میکن که چجور شده است و چی رقم کشیده میشه و چی بلا چجور شده. کی بلادور شده. یه دختر خانم کوچولویی هم اونجا هست، سالو اینکه سن کمی داره دارن کمک میکنن به حالا. بزرگتره خودشون خیلی آره راضیان و اتفاقا بدم نیستش. نه اینکه حالا مجبوری برن کار کنن. نه این اصلا اصلا کار درست نیست. ولی آره کمک کردن به بزرگترها، ما خودمونم بچه بودیم به بزرگترمون کمک میکردیم دیگه. خیلی هم دوست داشتیم اتفاقا. آشنا با حرفه پدر. دقیقاً. الان برو خبر ما نشان بدین. بگیرید بچه ها بکشید. الان بچه ها بگیرید بگیرید. تونستم بسازن، چقدر شغل ابتکار جالبی رو انجام میدن برای این شغلشون، واقعا کار جذابی رو دارن انجام میدن.
ماشاءالله در کارتان برکت. چقدر یک دیگ مقبول آماده کردین. زنده باشین. تشکر. واقعا ابتکار جذابی را انجام دادن و با این میتونن کل غذاهای خوشمزه بپزن و کلی غذاهای طعمدار و مزه‌دار کشور افغانستان رو و حالا به خانواده‌شون و دوستان دقیقاً. مرسی از همراهیتون، مرسی که کنار ما بودی. یکی از زیباترین مناطق کشور افغانستان رو با هم دیگه تماشا کردیم. منطقه واقعا سرسبز و جذاب بود که امیدوارم شما هم بعد از مدت‌ها اگر اینجا رو دیده باشید اون خاطراتتون زنده شده باشه. داخل کامنت‌ها برام بنویسید دوست کدوم مناطق دیگه از افغانستان رو سفر کنیم برای شما به نمایش بذاریم. حتما داخل کامنت‌ها بنویسید، ما هم با شما عشق می‌کنیم این تصاویر رو ببینیم. دقیقاً. اگه ویدیو رو دوست داشتین حتما لایک کنید، کانال ما هم سابسکرایب داشته باشید تا یه ویدیوی دیگه شاد، پر انرژی و صحتمند باشید. حالتون جور و درجه یک. فعلا خدافظ. در پناه خدا باشید.